سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر ابری و بارانی واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران در این شماره از تفسیر خبر نگاهی میاندازیم به آخرین رویدادها در پیامد تفاهم اتمی میان جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1، آنچه که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است. و آن سوتر نگاهی میاندازیم به روند اوضاع در منطقه. آیا دخالت های حکومت ایران در یمن به سود مردم ایران و ایران است؟ آیا آنچه که حکومت ایران در منطقه انجام می‌دهد، به ویژه در یمن، سوریه، عراق و لبنان، مصالح و منافع ملی ایران رو در منطقه پیش می‌برد یا با هدر دادن منافع ملی ایران میلیاردها دلار از پول مردم ایران منطقه را به سوی دشمنی با ایران هدایت می‌کند؟ پرسش ها در این زمینه ها بسیار است و نیز در عرصه بین المللی آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. در میان میگذاریم پرسش ها در این زمینه را با آقای علیرضا نوریزاده در لندن و آقای محسن سازگارا در واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. و آقای سازگار آقا سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده، برنامه اتمی سرانجام آیت الله خامنه‌ای پس از چند روز در پس پرده ماندن بیرون آمد و به نظر میرسه که چندون نظر موافقی نداره و اون چرا که ظاهرا رشته شده بود، هر چی که بود، به نظر میرسه سخنان ایران ایشون پاک کرد و به دور انداخت و خلاصه آن چرا که گفت. شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید آقای چالنگی، اگر حرفای آقای خامنه ای ارزشی داشت مسلم جامعه بین‌المللی واکنششون میداد، مسلم آمریکا، کشورهای اروپایی، حاضران در اون نشست و حتی روسیه و چین واکنش نشون میداد. کاملا معلومه این حرفا برای هم آبجی خانم و برای برادر فلان در داخله و ارزشی فراتر نداره برای استهلاک داخلی به قول عرب ها و ارزشش هم باید در همین حد گذاشت. آقای خامنه ای میگه بله الان نه چیزی دادن نه گرفتن نه امضا شدن. نه خیر، ببخشید، چنین چیزی نیست. آنچه در لوزان اتفاق افتاد آماده کردن یک قرارداد بود که طرفین با تمام چارچوبش موافق بودن. به معنای دیگر اون بیانیه اعلام نمیشد مگر این توافق حاصل شده باشه. اون سرعتی که در اون ساعت آخر به خرج دادن، 2.5 ساعتی که آقای ظریف با تهران در تماس، حالا از طریق تلفنگرام یا نمیدونم به چه کامیونیکیشنشون چه جوری بوده، ولی 2.5 ساعتی آقای ظریف از داخل اتاق هتلش با تهران تا 5 صبح صحبت میکرد، تمام اینا نشانه این بود که باید پاسخی داده میشد. میگفتن یکی از
منابع در واقع اشاره میکرد که آقای جان کری تو آخرین دیدار، یعنی سه شنبه شب قبل از دیدار آخر، به آقای ظریف گفته بود مسئله این نیست که شما چند تا چویس داشته باشید، شما یک راه دارید، یک گزینه، یا قبول این، و اگر قبول نکردید آن کسی که تکلیف شما رو روشن خواهد کرد دیگه ما نخواهیم بود، کنگره آمریکا خواهد بود و اکثریت جمهوری خواه. اینه که به نظر من همه چیز روشنه. آقای خامنه‌ای خواستن، ای کاش آقای خامنه‌ای یک ذره شجاعت خمینی رو داشت. حداقل خمینی گفت پدر پیرتان آبروی خودشو میذاره جام زهر رو سر میکشه. قبول 598 مثل جام زهره. آقای خامنه‌ای 14 سال پدر ملت رو در آوردی. میلیاردها دلار از ثروت ملی رو به باد دادی برای یک رویای جنون‌آمیز دستیابی به سلاح هسته‌ای. برای اینکه ما هم مثل کره شمالی دو تا بمب داشته باشیم. که حالا این بمب‌ها رو می‌خواستیم خونه خاله ببریم، ماست باش بخریم، نمی‌دونم. این برنامه بود که یکی از دوستان طنزی داشت میگفت آقا اب نداره این اورانیوم غنی شدمون اینا مهم نیست، ما جاش بهشون قند و شکر میدیم. آقای خامنه‌ای حالا بمب میخواستی چیکار بکنی؟ و بعد این نکته به نظر من خیلی قابل توجهه که ایشون برمیگرده میگه بله من نه موافقم نه مخالف. رهبر یک کشور مسئول اینجور حرف میزنه؟ من نه موافقم، من رأیم ممتنعه. کسی که تمام امور به اراده امامانش مرتبطه، کسی که میتونه جان ببخشه و جان بگیره، کسی که میلیاردها دلار ثروت ملت ایران رو هدر داده برای یک رویای جنون‌آمیز، و کسی که میلیاردها دلار ثروت ملت ایران در دستشه میاد به مردم میگه من نه موافقم نه مخالف. بسیار آقای خامنه‌ای شأنش حالا هرچی هم بود شکسته شد. یعنی واقعا من صحبت میکردم دیروز تو العربیه بودم با چند تا کارشناس، همین دکتر برجیش یکی از بزرگترین کارشناسان دانشگاه آکسفورد، میگفت واقعا من حیرت کردم یه آخوند محله اینجوری حرف نمیزنه، یه پیشنماز مسجد کوچکی در جنوب لبنان اینجوری حرف نمیزنه. یه آقای خامنه‌ای بیاد بگه من نه موافقم نه مخالف، خیلی بد بود، خیلی برای مصرف داخلی هم بد بود، چون هیچ کسی رو گول نخواهد زد و همه میدونن آقای خامنه‌ای بازی کرد. خب آقای احسازگان، اون چی که آقای خامنه‌ای گفت و اون چی که بقیه مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه میگن، خب نشوندنده بسیار چیز هست. نشوندنده این هست به نظر میاد که یه نسخه دیگه از تفاهم نامه رو سعی میکنن در تهران ارائه بدن که با اصل قضیه فرق میکنه، و یکی دیگه هم سردرگم شدن رهبران جمهوری اسلامی هست. مجموعه رهبران از خود آیت الله خامنه‌ای بگیرید تا هیئت عزاداران متوسل و حضرت ابوالفضل در مسجد نارمک که تأثیر دارن روی سیاست خارجی، یه سردرگمی دیده میشه در این. بله ببینید، پنجشنبه گذشته که اون بیانیه مشترک قرائت شد، خود اون بیانیه نشون میداد که خب ایران از خیلی حرفایی که قبلا زده کوتاه اومده، ولی وقتی اون فکت شیت یا در واقع محتوای متن، اگر یک همچین ترجمه‌ای بگذاریم، منتشر شد از سوی وزارت خارجه امریکا، اون وقت به نظر من نشون داده شد که خیلی خیلی فراتر از اونی که تصور میشد ایران کوتاه اومده، اگر مبنا اون فکت‌شیت باشه و اون درست باشه. ببینید، من شخصا اول عرض بکنم این پروژه بی سرانجام هسته‌ای به هیچ دردی نمیخوره، برخلاف چیزی که آقای خامنه‌ای دیروز گفت. معلوم نیست کیم به گوشش خونده که مثلا آب شیرین کنه هسته‌ای خوبه یا استفاده های پزشکی و مهندسی و اینها. اولا که آب شیرین کن گازیش هم هست و مثلا حرارته که ایران از منابع دیگه هم میتونه تامین کنه، و راجع به مصارف پزشکی، مهندسی، معدن، تست های غیر مخرب و سایر استفاده ها از دانش هسته‌ای اصلا دنیا مشکلی نداره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
به موجب مواد مختلف معاهده NPT موظفه که برای استفاده های صلح‌آمیز اعضا رو کمک بکنه. اینی که میگن ما حق غنی‌سازی رو گرفتیم، این اصلا چیز مسخره است، برای اینکه به موجب ماده 4 این معاهده آژانس وظیفه داره کمک بکنه از جمله به غنی‌سازی، مگر اینکه یه جایی مثل ایران پنهانکاری کرده باشه، 18 سال زیرابی رفته باشه، گزارش نداده باشه و الان نزدیک یک دهم هستش که جواب سوالاتو نمیده، هر روز یه چیزی میگه. خب دنیا هم حق داره، مشکوک میشه، میاد میگه آقا شما حالا باید بذارم زیر بازرسی. و حالا که یعنی بنابراین خود این پروژه که این همه خسارت، خسارتی که به نظر من با دو تا بحران بزرگ دیگه دوره جمهوری اسلامی، یعنی گروگانگیری و جنگ، قابل مقایسه است و ای بسا ابعاد خسارتی که به کشور زده، از هر دوی اینها خسارت مادیش بیشتره. یک چنین پروژه بی سرانجامی هر چی زودتر تعطیل بشه و برگرده سر جای درست استفاده از دانش هسته‌ای، به نظر من به سود ملت و راه درستشه. ولی الان یک فکت‌شیتی هست که اگر در تاریخ 30 ژوئن این تبدیل بشه به قرارداد آقای چالنگی، یکی از ننگین ترین قراردادهای تاریخ ایران خواهد شد. یعنی به یک سازمان بین‌المللی به نام آژانس اجازه می‌دهد که تجارت ایران رو کنترل کنه، صنایع ایران رو کنترل کنه، معادن ایران رو کنترل کنه، حق حتی خروج از پادمان NPT رو میگیره از ایران، حقی که هر دولت ملی داره به یه معاهده بین‌المللی بپیونده یا بیرون بره. و اساساً یه چیزی که شاید در تاریخ ما اصلا نداریم مشابهش، شاید اون قراردادی که دکتر مصدق باهاش مخالفت کرد، نفت ایران و انگلیس، مشابهش باشه. تازه اون هم در این حدود دخالت نداشت که مصدق میگفت اگر تا این قرارداد هست ایران استقلال نداره، برای اینکه یک شرکت خارجی حق داره در همه چی دخالت کنه. و آقای خامنه ای تا اونجا که من میدانم ایشون در جریان جزئیات بوده، در جریان این توافق ها بوده و بعد که به نظر من حسب معمول ایشون دیده که اوضاع خوب نیست و مردم دارن حرف میزنن، صحبت میکنن، کارشناسا، رسانه های داخلی خارجی آروم آروم رفتن، حقوقدانان جنبش سبز، من دیدم یک ترجمه خیلی دقیقی از این فکت‌شیت کرده بودن، استناد بهش میشد کرد که چگونه در واقع و در محافل داره صحبت میشه. ایشون دیروز اومدن و زدن زیر همه چی، یعنی اینی که میگن که غنی‌سازی عرض شود که تأسیسات نظامی رو اصلا نمیذاریم بازدید کنیم. خب معلومه بمب تو تأسیسات نظامی میسازن، تو نونوایی که نمیسازن که. در برزیل و آفریقای جنوبی هم وقتی بازرسی ها شروع شد تمام تأسیسات نظامی رو رفتن دیدن. یا ایشون میگن که اساسا روزی که قرارداد امضا میشه بعد همه تحریما برداشته شه. این به اصطلاح همون مثال خودمونه که میگه مادرمو میفروشم ولی یه قیمتی میفروشم که هیچکی نتونه بخره. یعنی یه شرطی رو دارن میذارن که خب معلومه اجرا نمیشه و به درد به هم زدن معامله میخوره این. یا تحقیق و توسعه نباید متوقف شه. اینا همه به هر حال به نظر من به خصوص راجع به تحریما شاید حرف درست رو آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه زد که گفتش اساسا راجع به این ما هیچ توافقی نکردیم و موضع فرانسه کماکان و موضع قبلی است که باید یک دوره راست آزمایی و وریفیکیشن باشه و معلوم بشه که ایران کارهای صلح‌آمیز داره میکنه، بعد میشه تحریما رو برداشت. به هر حال آقای چالنگی، من به نظرم حرفای آقای خامنه‌ای حسب معمول حرفایی است که در واقع بی سر و ته باید ارزیابی بشه، بی منطقه. و از اون دردناکتر به نظر من افرادی هستند و بودند و هنوز هم هستند که چهره زشت کریه استبداد رو نشون دادن، که شروع کردن به به و چه چه گفتن و تبریک گفتن و همین که دیروز ایشون گفت نه خیر حالا هیچی هنوز معلوم نیست، تبریک هم احتیاج نداره،
امثال آقای فیروزآبادی فوری از این طرفی شدن برگشتن گفتن بله بله تأسیسات نظامی رو اجازه نمیدیم و واقعا آدم دلش میگیره از این همه سفله پروری و دون پروری و آدمهای بی شخصیتی که جمع شدن دور آقای خامنه‌ای. خب در هر حال روحانیت چیه؟ یعنی روحانیت دولتی منظورم هست، فرمول دارن، حالا کم کم تبریک تبدیل میشه به تبریک و تسلیت و بعدا ممکنه تسلیت بشه، فقط متاسفه از بابتی خب زیانش به ملت ایران رفت میخوره. آقای نوریزاده، اون چیزی که آقای سازگارها اشاره کرد، آقای عراقچی معاون وزارت خارجه و عملا سخنگوی وزارت خارجه حرفی زده حرفستان، گفته ما فکت‌شیت رو منتشر نمی‌کنه، همونی بوده که وزیر خارجه، سخنان مبسوط وزیر خارجه همون فکت‌شیت ماست. و از این حرفستان‌تر اینکه گفته اون چی که آمریکایی‌ها منتشر کردن اون روایت اونهاست از چیز. این اولین بار هست شاید، یعنی آخه یه توافقنامه یا تفاهم‌نامه یا هر چی که هست روایات مختلف که نداره که، به هیچ وجه یه اولا... روایت بیشتر نداره، اونه اون چیزی که نوشتن و هر چی که هست، حال جزئیات کلیات، این نشوننده همون نیست که یک کاری کردن پشت پرده میخوان جلو پرده یه چیز دیگه نشون بدن. ببینید اینا گندم نمایان جوفروشی عم کارشون این بوده، بنده و شما که حداقل آقای سازگار هم همینطور بصیرت داریم که میرفتن بالا منبر سه بار امام حسین رو تیکه باره میکردن، شهید میکردن، بعدم میمدن میرفتن منزل حاج فلان عرق و تریاکشون هم میزدن. اینا طبیعتشون اینه، مزور، دروغگو. حالا یکیشون بچه آخون یقه گرد میشه، اونم تو اون مدرسه و مکتب بزرگ شده، اگه بزرگ نشده بود به وزارت نمیرسید. ببینید آقای چالنگی، خیلی داستان ساده است. فکت شیده ایالات متحده مولا درزش نمیره، چون یک کشور دموکراتیک مسئولان و بلند پایگانش سوال پذیرن، میرند پارلمان ها استیضاحشون میکنن، ازشون سوال میکنن، توضیح میخوان ازشون، استیضاح به معنای توضیح خواستن، ازشون سوال میکنن، در نتیجه باید دقیق حرف بزنن. فکت‌شیتی که میدن بیرون باید جزئیات دقیق توش باشه. در جمهوری ولایت فقیه همچی چیزایی نیست، دولت برای آقای کوچکزاده ارزشی قائل نیست، همونطور که آقای کوچکزاده برای دولت ارزشی قائل نیست. بنابراین اینا مسئولیتی نسبت به هم ندارن که بیان واقعیات رو بیان کنن. آقای عباس عراقچی هم خیلی راحت میگه آش کشک خالت بخورین پاته نخوری پاته، هرچی رئیس هم گفت، آقای وزیر خارجه همون. چون اگر فکس شیت رو بیان منتشر کنن خب مردم میفهمن چه اتفاقی افتاده. این که آقای دکتر سازگارا اشاره میکرد، مخصوصا در اونجا بندی هست که وقتی صحبت از بازرسی میکنه اشاره به این میکنه راجع به گذشته هم، یعنی راجع به، یعنی پارچین، یعنی میرن جاهای گذشته هم که تجاربی اونجا انجام شده بوده میبینن. خیلی روشنه به نظر من. احترام گذاشتن اینا، هی گفتن آقا یه فیس سیوینگ فرمولا جون مادرتون، ما آبرومون نره. گفتن حالا ما این مدلی می‌نویسیم، یه پی ام دی اونجا می‌ذاریم دیگه، شما که معنیشو می‌دونید، یعنی چه نوع بازرسیه. و از این قبیل در این بیانیه کاملا دیده میشه، مشخصه. ببینید آقای خامنه‌ای صحبت یادتون 190,000 سو، 120,000 سانتریفیوژ، بعد دیگه خیلی رضایت دادن به 19,000 تا رسید. و من پرسیدم آخرین باری که رفتن قبل از این مذاکرات، مذاکرات قبلی که تو وین داشتن، بحث روی 9000 تا بود که گفته بودن آقای خامنه‌ای 9000 تا خط قرمز شه، محال پایین بیاد. 5,060 تا 5,070 تا رضایت دادن. یا در مورد عراق چه اصراری داشتن، چه شد؟ فردو میلیاردها دلار به باد رفت، همونم خورده شد مثل بقیه چیزا. و تأسیسات، شما فکر کنید معادن اورانیوم ایران میره تحت نظر، از مرحله حفاری و کاوش تا استخراج تا مرحله تصفیه، تمام اینا زیر نظارت کامل خواهد بود. فرمودن بازرسا اینا همه چی رو تفتیش میکنن، باور کنید رنگ پیژامه اینا رو هم بازرسی خواهند کرد. یعنی
آنچه تو خونه شون هم هست میبینن. آقای آمانو دیگه بازرسیشو که میفرسته فقط نمیگه بازرسا برید ببینید اینا بمب دارن یا نه، نه، زیر و روشون رو تفتیش کنید و این کارو خواهند کرد. و این خفت جمهوری اسلامی پیروزی ملت ایرانه. خب اینو باید یادمون باشه. این خفت در کل من موافق این امضای قرارداد هستم، اینم بارها گفتم، چون دریچه هایی رو خواهناخا باز میکنه، یعنی رژیم نمیتونه بوی تازه بوی خوش که بیاد عفن استبداد ناچار باید سرنه رو خالی بکنه. ولی این در اینها رژیم رو هم جلوی مردم بی آبرو کرد. این همه به شما گفتن و گفتن گفتن، آخرش دیدین دستا رو بالا بردن تسلیم. خب آقای نوریزاده، همین مرده اینه که آقای خامنه یه خط قرمزی گذاشته بود 19000 سانتریفیوژ. حالا بگذاریم از این که مثلا آقای خامنه ای مثل بقیه روحانیون دولتی و حکومتی در ایران سانتریفیوژ رو واقعا اگه نشون بدم من نمیدونم تا چند سر در میارن، و کسی به فکر تأسیسات هسته‌ای هست تو بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای هست. ایران الان حتی آفتابه رو که رکن رکینی هست در بحث‌های علما و حجج اسلام در حوزه علمی قوم از چین وارد میکنه. بله، نه اینکه نمیتونن تو ایران آفتابه بسن. ببینید آقای شالنگی، در بیان نه در بیان این باید بگیم که در ایران اتفاقا در رژیم گذشته ما صنایع اون پیشرفت بسیار زیادی کرده بود. در یه دورانی باز در همین رژیمم با وام دادن به سرمایه‌داران که علاقه مند بودن در زمینه صنعتی کار بکنن، مثلا در خراسان یا در مازندران یا در گیلان از این کارگاه های کوچک درست شد و کار تولید میکرد، صادر میکردن به آسیای میانه. ولی آقای احمدی نژاد تمام اینا رو به باد داد، نابود کرد و اومد به سیاست باج دادن به چین، که راست میگید نه فقط آفتابه، بکارت مصنوعی از چین میاد، مهر و تسبیح ناصر ابوالمکارم شکرفروش از چین میاد، سجاده آقای شوبر خاقانی شوبر زنجانی از چین میاد و جنس عمامه آقای وحید خراسانی هم از چین میاد. بنابراین میخوام بگم همشون چینی هن. همشون از چین میاد. حالا از چین نیاد، از مالزی میاد. از مالزی نه، از هند میاد. اینا به هر حال واردات رو اینه کارشون، نه فروختن پولش نمیتونن بگیرن، آشغال هندی میگیرن، آشغال پاکستانی. این هستش آقای نوریزاده که ببینید حرف بسر این هست، ایران خب میتونه توانایی داره، کشور رو به توسعه بود، آقای سازگاری تجربه داره، مدتی در اونجا دیده ناظر بوده در سازمان صنایع گسترش، به هر حال کشور در حال توسعه بود از نظر صنعتی و حتی کشاورزی. شما ببینید کار به جایی رسیده که باغدار گیلانی سالیان سال و مازندرانی کارش تولید پرتقال و مرکبات بود، آتش زد باغ خودشو برای اینکه نمیصرف، برای اینکه درهای مملکت رو شما مشاهده کردید باز کردن. و درست به همین دلیل هست آقای سازگارا که برنامه اتمی جمهوری اسلامی سه بُعد پیدا کرد، یا سه زل پیدا کرد، یک زل جامعه جهانی است، یک زل حکومت ایرانه و زل سوم مردم ایران. و شاید شادمانی گروهی از مردم ایران نشونه این بود که خب مردم خسته شدن، فکر میکنن یا فکر کردن که اتفاق مثبتی افتاده و دیگه کوتاه اومده، جمهوری اسلامی عقب نشسته و و و قرار این وضعیتی که وجود داره داره از بین میره، قرار گامیست به سود ملت. شاید چنین بوده. آیا چنین نیست؟ آیا واقعا سه زل نداره این برنامه اتمی جمهوری اسلامی؟ بله، البته من معتقدم شما اگر دقت میکردین در تهران و 5-6 شهری که تعدادی به خیابون اومدن و شادی کردن از این که گفتن تفاهم شده، جمعشون شاید در همه این شهرها 4-5000 نفر بیشتر نبود. اکثریت مطلق مردم نشستند و نگاه میکنند. مردم ما مردم زیرک و هوشیاری هستند و با دقت دنبال دارن میکنند ببینند که واقعا چقدر چه بلایی قراره سر کشورشون بیاد. و سخنرانی ها، مصاحبه ها، اظهار نظر ها، مقالات و مناظره ها و غیره را از نزدیک نگاه میکنند تا بدونن در واقع چی داره میگذره.
به نظرم هم آقای چالنگی اون چه که جمهوری اسلامی در این پروژه بی سرانجام و زیانبار و فاجعه آمیز دنبال کرده تا اینجای کار خسارت‌های بزرگی زده، هرچه هم زودتر اون رو کنار بگذاره بهتره و شخص به نفع ملت ماست. شخصا هم فکر میکنم این فکت‌شیتی که منتشر شده اگر تبدیل به قرارداد بشه، مملکت ما در واقع استقلالش رو هم از بین میبره. چرا؟ فقط برای اینکه 5060 دونه سنتریفوژ قارقارک واقعا نسل یک IR1 در واقع ایران یکی که تکنولوژی جنگ بین الملل دوم هستش، نه ارزش صنعتی داره، نه ارزش تکنیکی داره، نه ارزش اقتصادی داره. کارهایی که صنعتگرهای ما در بیش از 84,000 کارخانه کشور میکنن به مراتب از این پیچیده تر، صنعتی تر و تکنولوژیک تره. و این فقط و فقط نکته‌ای که در این هست اون حرفی است که واشنگتن پست زد، یعنی به هر خفتی تن دادن، اما فقط برای اینکه سنتریفوژ رو در ایران نگه دارن، ذخایر 8000 کیلو خوردهی اورانیوم رو در ایران نگه دارن، برای اینکه شاید فردا بزنن زیرش تحریما که برداشته شد، ببرن شورای امنیت سازمان ملل، اونجا هم بکننش قطعنامه که از اون به بعد دیگه دست آمریکا و اروپا بسته، گرفتار روسیه بشن و حق وتوی اون. و اون وقت مثل کره شمالی که 6 ماه 1 سال بعد از اون همه مذاکره زد زیرش، اینا هم بزنن زیرش دوباره یک گرفتاری دیگه درست کنن، که اون وقت در اون حالت آلترناتیو به نظر من متاسفانه جنگ میشه. یعنی یک قرارداد بد، یک راه کج کشور رو داره میبره یه جایی که اگر این فکت‌شیت بشه قرارداد، یک خفت و از دست رفتن استقلال ایرانه. و اگر پس ذهن آقای خامنه این باشه که هر جوری هست تحریما رو بردارن و به خصوص بکننش قطعنامه بعد بزنه زیرش، اون وقت کشور برده در آستانه جنگ. منطقی ترین راه حل این است که وسوسه نگه داشتن اینها در داخل ایران هم کنار بگذارن و درش هم ببندن، در واقع هیچ ارزش اقتصادی و تکنولوژیکی نداره، برگردن دست کم به اون معاهده پاریس که دنیا هم قول داده بود ده ها راکتور آب سبک کمک بکنن ایران بسازه، تمام نیازهای فنی و تکنولوژیکیش رو رفع بکنه، و یه نسل دانشمند هسته‌ای کنار اونا تربیت خواهد شد و کاملا به دنیا نشون بدن که هیچ وسوسه‌ای برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارن. این حرفای آقای خامنه‌ای هم که در تأسیسات نظامی رو باز نمی کنیم، در اینو بسته نگه می داریم، تحریما رو یک جا بردن، اینا فقط به نظر من برای این خوبه که معامله به هم بخوره، قرارداد به جایی نرسه و مردم ما کماکان گرفتار باقی بمونه. خب اینم نکته ای است که به هر حال آقای خامنه ای و بقیه روحانیون دولتی و وابسته به دولت تا پیش از این مسائل موضوعشون تعیین حدود و حجم آب کر بود، الان موضوعات علمی شده در واقع، و آب سنگین و آب سبک خواهد. آقای خامنه ای چند اندازه سر در میاره از این مسائل باید دید. اما آقای نوریزاده، همین آقای خامنه ای حرفی زده باز حرفستان، این که با توافقی که منافع و عزت ملت رو حفظ کند موافقیم، اما توافق نکردن شرط داره به توافقی که منافع و عزت ملت از بین برود. این بسیار حرف خوبی است از زبون یک سوال کوچیک اینجا هست. این بچه‌هایی که در زندان هستن، این بچه‌هایی که در کهریزک مورد تجاوز قرار گرفتن، در پیامدهای انتخابات برای 8 سال نگه داشتن یا 4 سال دیگه آقای احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری نگه داشتن، ماشین‌های فقاهت روی اینها رد شد، این اعدام ها، این کودکان بیش از 2 میلیون که در خیابون ها میخوابند و این کارگرانی که کار ندارن، چند ماه حقوق نگرفتن و بقیه رو بینندگان همه عزیزا میدونن،
فقط این سوال اینه که اینا ملت ایران هستن یا نیستن؟ اینا ببینید آقای چالنگی، منافع لازم ندارن، مگر اینو روشن بفرمایید شما، سوء تفاهم برطرف بشه، ملت ایران منظور کیه آقای خامنه‌ای میگه؟ اولا آقای دکتر سازگارا اشاره کرد خفت و استقلال برباد بده، خفت آور. کدوم یک از اعمال جمهوری اسلامی افتخار آفرین و در ضمانت از استقلال ایران بوده؟ یک کشور سرتاپا وابسته که استقلال نداره، 6000 کارشناس روسی و بلاروس و مال چین و کره شمالی، اینا که استقلالی برای مملکت باقی نمیگذارن. سفیر روسیه در ایران الان حاکم مطلق دوران شاپشال و محمد علی شاه شده. آقای خامنه ای روزی که اینو گوش بده آقای دکتر سازگار، آقای چالنگی، این داستان این واقعیته، بنده دارم از درون افرادی در بیت میگم. آقای خامنه ای روز چهارم جنبش سبز، زمانی که مردم تو خیابون عکس و آتیش زدن و شعار مرگ بردادن، آقای خامنه ای در دانشکده افسری هلیکوپتر آماده کرده بودند، در فرودگاه پیام هواپیمای 747 که ایشون به روسیه برن، حتی برنامه‌شون رو ریخته بودن. پیام آقای اوباما شباهنگام آقای خامنه ای رو جان تازه‌ای داد و موندن. این استقلاله؟ کجا این استقلال؟ ممدلی شاه هم به سفارت روسیه رفت و خفت رو برای خودش خرید. متاسفانه در دوران آقای خامنه ای ایران استقلالش رو به کلی از دست داد. ما استقلال نداریم. این اسمش استقلال آدم چهار تا آدم کش بفرسته عراق یا اصحاب اهل حق رو نمیدونم سپاه بد رو حمایت بکنه، بره هم هر کشوری میره مسبب تخریب و ویرانی و کشتار و مرگ باشه، لبنان رو 7 ماه بدون رئیس جمهور بذاره. این نمیشه استقلال، این میشه یه رژیم. منافع و عزت ملت آقای نوری‌زاده، این منافع و عزت ملت، این حرفی رو که میزنن الان میرسن به عزتون. آقای امیدرضا میرسیافی عزیز روانش شاد به همین بابا آقای خامنه‌ای نوشته بود که آقای خامنه‌ای ما فرزندان ملت و فرزندان شما هستیم، شما برای فلسطین سینه به تنور میچسبونیم. جوابی که گرفت از آقای خامنه‌ای مرگ و کشتن آقای سیاسی بود. در این ملت ایران کجا صد دیده آقای خامنه‌ای؟ ملت ایران الان براتون میگم، ملت ایران اکبر خوشکوشکه، ملت ایران آقای فلاحیانه، ملت ایران آقای ریشهریه، ملت ایران آقای محسنی اژه‌ایه، اینا ملت ایرانن. از نگاه آقای خامنه‌ای ملت ایران این توده مردم نیست، این جوانان برجسته ای که آدم میخواد دستشون رو ببوسه. تو این شرایط درس میخونن، تخصص میگیرن و بچه هایی که میخوان زندگی کنن، اینا ملت ایران نیستن. ملت ایران آقا مجتباست، ملت ایران بشار اسده. آقا بارها گفتن بشار بنزه مجتبا برای من عزیزه. ملت ایران عبدالملک حوسیه، ملت ایران اینا نیستن. بعد روزی که میخوان کلا بذارن سر ملت، هم ملت ملت میکنن. دیدم یکیشون ورشته بود، یکی از سایتاشون گفته بود حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای کسرا انوشیروان معاصرن، منتها کسرا انوشیروان مسلمان، یعنی تمام این امپراتوری رو دارن. سیف ابن زیزن هم اون پادشاه یمنی که اومد ایران کمک خواست، اونم عبدالملک حوسیه. آقای قاسم سلیمانی هم سردار وهرزه. شما فکر کنید با شعبده بازی، با دروغ و فریبکاری میخوان از مداخله در یمن، کشتار مردم یمن، میخوان حماسه ملی بسازن. حتما به این نکته میرسیم. نه اینا افتخار نیست، اینا بله حتما میرسیم به سیاست منطقی. اما به پیش از اون آقای سازگار، واقعا من عکسای دیدم از جزیره ناورا، جوانان ایرانی، جوانان رعنای ایرانی، شایسته ایرانی آواره در یک جزیره اون سر دنیا و جاهای دیگه. ملت ایران 94 میلیارد دلار فقط یک قلم زیر نگین آقای خامنه‌ای. این ملت ایران رو شما بفرمایید. آقای نوری‌زاده بخششو گفت، این حرفا آیا دیگه خریداری داره؟ عزت و عزت ملت ایران آیا دیگه منافعی ازش مونده؟ اصلا منافعی مونده برای مردم ایران که آنچه که بوده از منافع مالی که بخشش بزرگش زیر نگین خود ایشون هست و بقیه؟ منظور چیه؟ مخاطب این حرفا کی هست آقای سازگار؟
والا نمیدونم، اما این رو میدونم که امروزه در عصر جهانی شدن عزت ملت‌ها و جایگاهشون در خانواده جهانی به اندازه نقشی است که در فرایند جهانی تولید ثروت و فرهنگ دارند. یعنی استقلال به نوع دیگه امروز تعریف شده، قدرت ملت‌ها در گروه جایگاهی است که در دنیا پیدا می‌کنند و این جایگاه در گروه نقشی است که می‌توانند در تولید اقتصاد جهانی و تولید فرهنگ جهانی داشته باشند. متأسفانه جمهوری اسلامی یکی از منزوی‌ترین حکومت‌های دنیاست الان و نقشی که در تولید ثروت جهان داره، آمار مختلفش رو که نگاه میکنید در صادرات، در تولید ناخالص داخلی و غیره، بسیار بسیار ناچیزه. یعنی نه فقط نسبت به کشورهای بزرگ و پیشرفته ناچیزه، بلکه حتی نسبت به همسایگان، نسبت به کره جنوبی، مالزی، ترکیه و غیره، ما یک تولید ناخالص داخلی داریم که وقتی سرانش میکنیم عملا میبینید که فقر و فاقه از اون در میاد. و در تولید جهانی علم، دانش و فرهنگ هم تصور این آقای خامنه این است که درها رو میبنده، پشت درهای بسته یک مرتبه یک اکتشافات و اختراعات بزرگ مثلا انجام میگیره، در حالی که برخلاف این تز ویرانگر ایشون، تهاجم فرهنگی، چند هزار ساله که با کالکتیو نالج، با دانش جمعی، با تبادل فرهنگ و دانش بشر رشد کرده. و وقتی ما منقطع شدیم از بزرگترین دانشگاه های دنیا، وقتی بی ارتباط شدیم با بزرگترین مراکز فرهنگی، با مراکز تولید علم و هنر و فرهنگ و دانش دنیا، اون وقت طبیعی است که در این دایره هم جا میمونیم و نقش درخوری نمیتونیم بازی کنیم. الان 5 میلیون ایرانی در سراسر دنیا به روایتی حضور دارند و واقعا هم هموطنان ایرانی ما نشان دادن در اروپا، امریکا، استرالیا، در اقصانقاط دنیا هستن، اقلیت موفق و سرفرازی هستند. ولی ای کاش این جمع میتوانست در یک ارتباط ارگانیک با کشور مادر در تبادل واقعی کار بکنه، نه مثل بچه هایی که مثل امید کوکبی، فیزیکدانی که پسر درخشان و نابغه، میره ایران 10 سال زندانش میکنن برای اینکه حاضر نیست با پروژه هسته‌ای همکاری بکنه، یا دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه لیژ بلژیک میره تهران زندانش کردن و اجازه نمیدن که برگرده درسشو بخونه و یا خانومش رو هم ممنوع الخروج میکنن. بر صورت ببینید، به نظر من اون ملتی که آقای خامنه ای ازشون صحبت میکنه، منم با آقای دکتر نوریزاده موافقم، ظاهرا مردم کوچه پس کوچه های غزه و لبنان و اینها برای آقای خامنه ای ملت ترن تا مردم ما در تهران و سنندج و اصفهان و بلوچستان و زاهدان و مشهد. و ایشون این حرف هایی که میزنه باید بهش گفتش که اندازش رو اینجا بگیر. آقای اردوغان 1 هفته پیش تندترین حرف ها رو به نسبت به سیاستمداران ایران زد. چند ماه پیش ایشون رسما به شخص آقای خامنه ای توهین کرد و پرید به ایشون. اما از اونجایی که ایشون و دستگاهش محتاج دولت ترکیه هستند، اونجا صدها شرکت زدن کاسبی میکنن برای اینکه معبری است که تحریما رو باهاش دور بزنن، آقای اردوغان با گردن کلفتی رفت تهران، به قول معروف آقای خامنه ای هم کشید به سیبیلاش، رفت ایشون هم دید و یک قرارداد خفتبار اقتصادی دیگه بستن، قراردادی که صد رحمت به کاپیتولاسیون، قراردادی که صنعت ما رو بی‌دفاع میکنه در مقابل صنعتگر ترک، تعرفه های گمرکی رو برای صنایع ترکیه برداشتن و متقابلا ایران چنین حقی رو نداره.
و کالای ایرانی به ترکیه بخواد بره، اونجا تعرفه گمرکی داره و در عوض کالای کشاورزی ما که هیچ قدرت رقابت نداره، فقط تعرفه چند قلمش برداشته شده و 14-15 میلیارد دلار تجارت سالیانه که یک سویه به سمت ترکا هم هست، قرار تبدیل بشه به 30 میلیارد دلار. شما رو به خدا ببینین، یعنی این اون ذلتی است که آقای خامنه ای دوچارشه. و اون وقت حرف از عزت زدن چقدر بیراه و دور از واقعیت، و در واقع به نظر من از قبیل همون منبرهایی است که آقایون میرن و آن چون به قول حافظ چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. در خلوت اون وقت اینجور تن به خفت و خاری میده. قبلا آن کار دیگر میکردن در خلوت، الان سه چهار کار دیگر در خلوت میکردن. بله، و صحبت امید کوکبی شد، در زندان هست، اینجا یادی بکنیم از کسان دیگه، از جمله اردشیر حسین پور که به گفته بستگان او، از جمله سرکار خانم محبوبه حسین پور، خواهر ایشون، دانشمند اتمی، دانشمند فیزیک هسته‌ای که کشته شد توسط جمهوری اسلامی به خاطر اینکه حاضر به همکاری نشد در این مسیر، در این مسیری که ضد منافع عزت ملت ایران به تشخیص. آقای چالنگی، اصلا اردشیر سانترفیوژا رو ساخت، یعنی او مبتکر سانترفیوژا. منتها روزی که اینا گفتن ما میخوایم سانترفیوژایی باشه که بتونیم اورانیوم به درجه 20% غنی کنیم، زیر بار نرفت. گفت اگه برای بمب میخوای من نیستم. اونجور فجیع کشتنش. اینها کسانی هستن که در راه منافع و عزت مردم ایران حتی جان خودشون از دست دادن. اما آقای نوریزاده، صحبت استقلال شد، هم شما هم آقای سازگارا مفاهیم و بسیار زوایای دیگه هم باز این مفهوم استقلال رو بهش پرداختید. یک مفهوم سوم یا مفهوم دیگه هم هست، این وقتی کشورها یا یه ملت های سرنوشتشون با ملت ها و کشورهای دیگه گره میخوره، در واقع دیگه به نحوی اون استقلالی که در ذهن عموم هست دیگه نداره. از جمله کاری که الان حکومت ایران در کشورهای منطقه به ویژه در یمن داره انجام میده، این عملا آینده ایران رو داره تهدید میکنه. درسته که در حال حاضر چنین به نظر نمیاد، اما داره به یه سمتی میره که بقیه کشورها، جنوب خلیج فارس طبیعی هست ساکت نمیشه، متحد نمیشه. کمان که آمریکا همین الان با عربستان سعودی همکاری میکنه در سرکوب به اصطلاح حوتی های یمن و بقیه که از تهران فرمان و پول هر دو رو دریافت میکنه. این تا چه اندازه این ماجراجویی های جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه سوریه، کشتار مردم سوریه، عراق، یمن مؤثر است و دورتر لبنان. سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی بعد از دیدارش با آقای ظریف از ایشون دعوت کرد سفری به عربستان بکنه. آقای ظریف هم گفتن میرن و بعد آقای خامنه ای اجازه ندادن. آقای حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایشون رفتن مذاکراتی کردن. اونجا بهشون گفته شد آقا جان، یمن حیات خلوت ماست، کما اینکه شما دوست ندارین تو افغانستان ما بیایم اونجا انگولک بکنیم علیه شما، ما هم تو یمن نمیخوایم. بحرین هم کردید، نتیجه شو دیدید، ما نمیذاریم در بحرین یه حکومت وابسته به شما رو کار بیاد، تو یمن هم نمیذاریم به هر قیمت شده. پادشاه سابق سعودی همش سعی کرد کنار بیاد، پیغام دادن گفتگو بکنیم، مذاکره بکنیم. آقای روحانی رو دعوت کردن، قرار بود ایشون سر حج بره، نرفت، باز آقای خامنه ای نذاشت و این کاراشون هم ادامه میدادن. روزی که سپتامبر گذشته حوثی ها به صنعا وارد شدن، من در یکی از برنامه هم گفتم عاقبت این کار من بد میبینم، چون محال سعودی ها دست رو دست بگذارن. بعد ملک عبدالله درگذشت، وزیر دفاع جوانی اومد سر کار که خیلی هم اهل مدارا نیست، پدرش هم پادشاهه و ولیعهد دومم آدمی است که سالها عمرش رو در جنگ با تروریسم و القاعده و غیره گذروند. خب معلوم بود مسیر به گونه دیگه میره و شگفتا جمهوری اسلامی فکر نکرد
در عرض یه هفته 7 تا پرواز میفرسته به صنعا. درست ماهان ایره، ولی از بالا دارن میبینن چه محموله ای دارید خالی میکنید. موشک فجر میفرستید، این موشک فجر رو میخواید به کی بزنید؟ از یمن، لبنان رو میگید میخواییم به اسرائیل بزنیم، یمن میخواید به کی بزنید؟ همه دست رو دست میزنن میشنن نگاه میکنن، نه اینجور نیست. و خدا شاهده آقای چالنگی، من اینجا نشستم با فاصله زیاد 10 بار تو برنامه‌ام گفتم و حتی روزشم گفتم، گفتم حمله میکنن، بدونید اینو. آقایون هی آدم فرستادن، 200 تا سپاهی، 80 تا از حزب الله رفتن، آقای محسن چیزری معاون قاسم سلیمانی رفت اونجا ستاد زد توی سعده و توی صنعا و توی حدیده، تعزم میخواستن بگیرن خیلی رسمه. حالا جمال بن عمر نماینده سازمان ملل کنفرانس میزگردی گذاشته بود، تمام گروه ها توش بودن. حوثی ها 5 تا وزارتخونه گرفتن، یه معاون رئیس جمهور، معاون اطلاعات، معاون فرمانده کل ارتش، همه چیز به نظر میرسید به خوبی پیش میره. یه دفعه حوثی ها زدن زیرش، ریاست جمهوری رو محاصره کردن، صنعا رو کامل گرفتن و رفتن به اتفاق علی عبدالله صالح دیکتاتور فاسدی که 60 میلیارد دلار به گفته سازمان ملل دزدید، رفتن به طرف جنوب. خب معلومه ساکت نمیشه، حالا بلند شدن. روزی که این طوفان قاتش آغاز شد، یه دفعه جمهوری اسلامی صلح طلب شد. آقای ظریف میره در پاکستان میگه بله هواپیماهای ما که اونجا نمیزنن، هواپیما رفتن چون موشکای شما اونجا بود، به خاطر این رفتن، به خاطر اینکه شما از اونجا میخواستید قلقلکشون بدید. خیلی روشنیه، عربستان سعودی دولت بزرگه، نمیشینه دست رو دست که شما برید شیعه هاشو تحریک کنید، آشوب بپا کنید. کما اینکه اگر یک دولتی بیاد مردم ما رو تحریک بکنه علیه ما بلند بشن، مسلم ما هم واکنششون میدیم و حقمونه. حضور ایران در عراق رو توجیه میکنن، عراق حیات خلوت ماست، امتداد امنیت ملی مونه، ولی یمن چی؟ نه مرز مشترک داریم نه چی. تازه حوثی ها زیدی هن، شیعه اثناعشری هم نیستن. حالا عبدالمالک و پدرش در محضر ناصر ابوالمکارم شکرفروش لابده کم شکر گرفتن، شیعه اثناعشری شدن، ولی بقیه شون نیستن. و زیدی ها به مراتب به اهل سنت نزدیکترن تا به شیعه، عاداتشون، رسومشون، نماز خوندنشون، همه چیشون به اهل سنت نزدیک تا به شیعیان اثناعشری. و حالا اینا دارن یادشون میدن زنجیر زدن، مرگ بر آمریکا. حوثی برای چی میگه مرگ بر آمریکا؟ آمریکا تو یمن جز خدمت بهشون کاری نکرده، القاعده رو زده، بیمارستان ساخته، جاده ساخته، کار بدی براشون نکرده، نفتشون اداره کرده. لعنت به اسرائیل، لعنت بر یهود. یمن یهودی داره، اقلیت یهودی داشت. حالا میخوام بگم چرا لعنت بر یهود. این ترهاتی است که دستگاه تبلیغاتی ولی فقیه میسازه و صادر میکنه و ملت‌ها رو اینجور گرفتار میکنه. والله الان یمن آرامشش رو داشت و رئیس جمهوری قانونیش. و آقای خامنه‌ای میگه دوران مداخله گذشته. اصلا من رو رو نمیبینم چقدره. اون رئیس جمهور قانونی از همسایش خواسته بهش کمک کنه، این میشه مداخله. اما شما از 2500 کیلومتر اونورتر سپاه و حزب الله رو میفرستی، این مداخله نیست؟ شگفت ها، واقعا شگفت ها. آدم ابعاد روحم، روی روحم یه مقدار گاهی اوقات اینقدر بزرگ میشه آدم نمیتونه ارزیابی کنه. خب من فقط یه توضیح خیلی مختصر بدم برای برخی از بینندگان که احتمالا نمیدونن. شیعیان زیدی یا زیدیه، شیعیان چهار امامی هم خونده میشن که معتقد هستن که بعد امام زین العابدین امام چهارم شیعیان زید ابن علی هست که به جای محمد باقر امام پنجم اونا به امامت میشناسن. از نظر آقای نوری‌زاده اشاره کرد، از نظر تفکر به معتزله نزدیک هستن و بسیاری از آداب و سنن و مذهبیشون هم به حنفی ها نزدیک هست. این خیلی کوتاه من گفتم خدمتتون. آقای سازگارا، اما همین ماجراجویی ها، همین مسائلی که آقای نوری‌زاده اشاره کرد و فرستادن دو ناو جنگی نزدیکی باب‌المندب و بقیه کارهایی میکنن، باب‌المندب ببینیم دست کم
بین 10 تا 14% نفت از اونجا صادر میشه، نفت مورد نیاز دنیای آزاد و بقیه مسائلی که هست. اونجا بسیار پایگاه‌های مختلفی هم هست، از فرانسوی‌ها بگیریم تا حتی گفته میشه دیدبان‌های اسرائیلی هست در اونجا و جاهای مختلف. اینها واقعا چه مصالح و عزت مردم ایران رو تامین میکنه، چه نتایجی و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای کشوری که اقلیت‌های مذهبی مختلف داره و همینطور اقلیت‌های قومی مختلف و در مرزهای ایران؟ بله، کما این که همین الان بلوچستان گرفتار به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران بیش از 80 گروه مسلح در پاکستان تشکیل شده و در ایران خرابکاری و اعمال تروریستی انجام میدن. اینها مطمئنن همین بازتابها رو میگذاره در کشور ما. نزدیک شدن به باب المندب که یکی از استراتژیک ترین گذرگاه های کره زمین محسوب میشه، به نوعی از تنگه هرمز هم استراتژیک تر هست، به نظرم بازی با آتشی است که خب بلافاصله هم که ایران اعلام کرد 2 ناو به اون حدود فرستاده، امریکایی ها اعلام کردن چند ناو گسیل میکنند، مصری ها هم نیروی دریایی فرستادن. به هر حال گذرگاهی است که از دریای مدیترانه و کانال سوئز که رد میشن، راهی است که به تجارت شرق از قرن‌ها پیش وصل میکنه غرب رو. به همین دلیل هم نزدیک شدن حوثی‌ها به عدن در جنوب یمن و نزدیک شدن به باب المندب بلافاصله با واکنش شدید و حملات سنگین مواجه شد. من فکر میکنم آقای ظریف حالا به پاکستان رفت و اصرار داشت که پاکستانی‌ها به ائتلافی که سعودی ها درست کردن نپیوندن. زیاد مطمئن نیستم ایشون توفیق داشته باشه، برای اینکه پاکستان روابط چند جانبه خیلی عمیقی الان با سعودی ها داره و اسلحه بزرگ سعودی ها هم غیر از نفوذ دینی و مذهبی و غیره مسئله نفت و پول هم هست. ایشون به عمان هم رفت، تا اونجایی که من میدونم بیشتر دنبال اینن بلکه عمانی ها رو راضی بکنن که راه زمینی چون دارن به یمن بتونن اسلحه بفرستن، چون الان مشکل اصلیشون این است که سلاح به حوثی ها برسونن، که ظاهرا عمانی ها جرأت چون این کاری رو ندارن و با ایران همراه هستن اما نه تا این حد. و فکر میکنم دعوایی که بین ایران و سعودی شده، هواپیمای حج عمره رو برگردوندن، عمره مفرده رو سعودی ها برگردوندن، یا تفتیشی که در فرودگاه از زائران میکنن که حالا مقامات ایران میگن شبه تجاوزه، ولی خب به هر حال خیلی سفت و سخت برای مواد مخدر لخت میکنن پاره ای زائرین رو میگردن و اینها، که دستاویز خیلی جوک و آنکدوت هم بین مردم شده. اینها کاملا ابعاد گوناگونی است که تنش در روابط ایران و سعودی کاملا نشون میده که چگونه زوابعاد میشه و به نظر من هم بیش از همه دودش به چشم مردم ما میره که الان در وضعیتی هستند که آب آشامیدنی کافی، هوای مناسب، نان خوردن و آینده و شغل و مسکن و غیره ندارند. در چنین شرایطی واقعا چی باید گفت به حاکمی مثل آقای خامنه ای؟ آقای نورزاده، در کمتر از 1 دقیقه پاسخ آقای سازگارا به آقای خامنه ای چه باید گفت؟ خیلی ساده است. باید گفت برید یه لحظه برگردید، علاقم داشتید عبدالناصر رو ببینید عاقبت ماجراجویی هاش چه بود. واسه عبدالناصر نفتم نداشت، اینجوری پول نمیتونست خرج بکنه، بیشتر از آبرو و حیثیتش استفاده میکرد. اون شکست شرماور جنگ 67 بود، جنگ 6 روزه، اون شکست در یمن بود، اون مصائب اقتصادی در داخل کشور بود و اون چه به ارث گذاشت برای سادات و جانشین. حالا من میگم آقای خامنه ای چی میخواد برای بعد از خودش به ارث بگذاره؟
و آقای جمال عبدالناصر رئیس جمهوری فقید مصر در اون زمان یک فرق اساسی البته و چندین فرق دوز نبود اینی که در کشورش در زمان خودش بسیار بسیار محبوب بود و در میان بسیاری از کشورهای عرب و دوز هم نبود خیلی روشن سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده عزیز در لندن و با سپاس از آقای سازگارا در واشنگتن همچنان ابری و باران. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری کوهساران دنا درا کلوند کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار.